نظامی که در لوای هم که لواش میگیم و هژمونی هم نداشت انگلیس. اونم بحث زیاد، یه بحث کوچکی که من تو هم کتاب جدیدم دارم که چرا هژمونی نداشت انگلیس. حالا کتاب جدید دیگری هم حالا حرف میاد، اینم جالب هست برای افرادی که میشنون. یه کتاب جدیدی پری اندرسون نوشته الان راجع به هند، این در حقیقت مقالاتش مجموعه مقالات قدیمیش هست، قدیمترش هست که اونم جدید تقریبا در همین اواخر نوشته، The Indian Ideology، پری اندرسون. این رو بخونید و بر اساس اون ببینید که چرا من میگم انگلیس در حتی هندم در نظر میگیرید هژمونی نداشته، سلطه داشته ولی هژمونی نداشته. برگردیم به مسئله آمریکا، میبینیم که این حرکت به اصطلاح نظام جدید، نظامی است که اولا کلونی ها و مستعمرات انگلیس رو همه رو به قول معروف به اصطلاح کلم یکون میکنه و اونها رو به فرم خیلی فرمال ها، به فرم خیلی عادی میاد میگه که خب کشوری شما تحت یوغ نیستید، ولی کنترل اونها رو به طور کلی از دیدگاه مارکت و از دیدگاه دیگری ها مستقیم، حتی گاهی اوقات با دیکتاتور گذاشتن، دیکتاتوری که دیگه به حالت کلونی نیست ها، به صورت این نیست، به صورت مستقل شده، به اصطلاح مستقل شده، نه به صورت انجام بده و اینها رو به یه فرم دیگری میبره. چرا این کارو میکنه؟ چرایی ها خیلی مهمه از دیدگاه اقتصاد سرمایه داری، که وقتی نگاه کنید که اینها تحول عظیم ارگانیک دنیا رو در حقیقت در بر دارن، به این معنا که ارگانیک به این معنا که تمام روابط سرمایه‌داری رو یواش یواش در حقیقت در نتورک، در چارچوب این کشورها پیریزی کردند و این با حرکت سرمایه انجام شده، با انباشت سرمایه انجام شده که الان وقتش نیست کاملا بریم دوش، در کتاب هم صحبت کردم، یه مقداری هم در همین رادیو قبلا صحبت کردم و این ترتیب ما میبینیم که هم دایرکت هم از نظر مستقیم از نظر سیاسی دیکتاتور میذاره ها جایگاه که نمیتونه ها، هم از یک نظر دیگه چیکار میکنه؟ چارچوب اقتصادی اجتماعی روابط اجتماعی رو تغییر میده. این نیست که آمریکا تغییر میده، این نظام هست که تغییر میده، یادمون باشه بله. این مجموعه نظام هست، آمریکا در اصطلاح رأسش بله. حتی سیاست ها حتی مهم هست و اینا همه در سطوح مختلف باید بهش نگاه کرد، نیست که آمریکا تا این تکلیف میکنه، آمریکا هم تکلیف میکنه هم تکلیف نمیکنه، اینا هم در نظر بگیرید، هم میتونم نمیتونم زمان گذشت که مثلا شمشیر میکشیدن نمیدونم فرض کنید چنگیز خان میرم همه جا رو میخورد، اینجوری نیست، یه دنیای دیگری، اینو باید از نظر روش شناختی بهش بیشتر توجه کنیم. بله. بنابراین اگر این کار میکنیم میبینیم که خب این رژیمی است که بالا رونده است، رژیم نظامی است که بالا رونده است ها، اولا بهتر از انگلیس بوده، انگلیس به بمبش خورده ها، تو سرش خورده، اینجوریش کرده ها، اینا همه در نظر بگیرید دیگه، چه بدبختی خواهی پیدا کرده ها، دیگه اون کارا رو قبول نمیکنه. و عرض بنده در اول صحبتم این بود که در رو باز کرده دوباره ها، جنبش مشروطه ما رو عرض کردم که ها، و جنبش های دیگه در دیگری رو باز کرده روی جهان، این مبارزات تحولات که در حقیقت نمیپسنده به اصطلاح استیلای استعمار کهن را، نه تنها یکی نمیپسنده، نه تنها یک کشور نمیپسنده، نه تنها یک منطقه نمیپسنده، تمام جهان نمیپسنده او رو. این خیلی مهم هستش که میاد به این فرم میشه و این که به این فرم میشه این نیست که این همان است ها، بعضی از چپ ها صحبت کنید این همونه دیگه، بابا بریم رفاها نکنید اینا رو، آب گوش درست نکنید، همه چیزا رو بذارید سیستماتیک دیگاه مسئله بکنید، بذارید دیالکتیکی به مسئله دیگاه بکنید. به این ترتیب است که این فرق میکنه، این که چه تغییری میده در این کشورها این نظام به طور کلی، اینها رو در حقیقت چارچوب گذشته و فئودالی هر رژیمی که وجود داشته، هر به ساختاری که وجود داشته رو که علام یکان میکنه، بعدا با همین لند ریفورم ها و اصلاحات ارضی و که فقط در ایران هم نبوده، در تایوان میشه، بعدا وجود در مصر میشه، در امریکا لاتین میشه، انواع اقسام میدونید انجام شد و شواهد به هم انداز قریبا دارم اساسا میبینیم به این فرم انجام میشه و این که میاد این حرکت رو میکنه. حالا نفت رو در نظر بگیرید که شریان این نظام هست،
این حالا یکی نیست که نفت رو چون من متخصصشم این بزرگش کنم، ولی واقعا گفته میشه تا دو شریان و این شریان است که اصلا میگن پترو کپیتالیزم. اصلا گاهی وقت سرمایه‌داری به همین حرف میشه، سرمایه‌داری نادرست که این حرف هم بزنیم، ولی برای نقش عمده ای داره. نگاه بکنید ببینید که کارتل عظیم نفت International Petroleum Cartel بوده، در 1928 عرض کرده بودم در همین رادیو، تأسیس میشه و بعد موقعی هم که نظام پکس امریکانا در حقیقت جا میفته با چارچوبی که فرموله میکنه با به اصطلاح وضعیت برتن وودز 1944 فرم مالیش درست میکنه و غیره و غیره، و بعد هم در چارچوب دیگری در نظر سیاسی شوروی رو به پشت دیوار آهنین میذاره. ها اونم بذاشتن دیگه، ها این کار انجام میده به عنوان مهار تئوری، مهار فرمولی میکنه و ضمناً چیزایی که گفته نشده مهار دموکراسی هست اینجا، یادمون باشه که این رو نگفتن تو این به اصطلاح افراد و فرهیختگان علوم سیاسی هیچ کدام، فقط از شوروی صحبت میکنند، در کنارشان مصدق و ایران و ایران یک گوش های عنوان اپندیج ها اپندیکس میذارن به قول معروف ها، زائده و زمیمه و این حرف ها میذارن کنارش. این هم یک مهاری، مهار دموکراسی در جهان، جهان های جهان سوم و زمان میگفتن ها، در الان اشتباه هم از گفتنش. اساسا میبینیم کشورهای در حال توسعه و این حرف ها که اساسا میبینیم مهار میکنه. و به مهار یه مهار دیگه هم وجود داره که اینا همه تنگاتنگن با مهار شوروی اساسا و مهار خود آمریکاست، مردمان مبارز آمریکا و به اصطلاح سندیکاهای به اصطلاح رادیکال آمریکا، جنبش های رادیکال خود آمریکا. خب اینا اینه کسی که آمریکا زندگی کردن مجبورن و وظیفه‌مندن بذار اینجوری بگم که اینا رو بدانن، چه ایرانی باشن چه نباشن، اینا رو بند بخونن و بدانن که چه شده تو این مملکت. مکارتیزمی بوده و بساط بوده و بعدم نمیدونم هزار مطلب. و این رو در نظر بگیرن میبینید که این مهار، سه تا مهار که در این کتاب اخیرم هم هست. خدمتتون که عرض بکنم در جادی مصدق و بسید قبل که به مصدق این نکته دیگری رو هم اشاره بکنم که مسئله کلی اینترنشنال پترولیم کارتل که در حقیقت بناف سیاست خارجی آمریکا به این کارتل بوده، یعنی کارتل میگه یک کاسه ها، اینا در حقیقت کارتل های ملی هستن دیگه، ملی مال انگلیسه، مال آمریکاست، مال به اصطلاح هلنده ها، اینا در نظر بگیریم هم اساسا اینا کارتل اونجوری هستن. در حقیقت اینها مونوپولی هایی هستن، اینها در حقیقت یک مجموعه نتورک عظیم هستن که کنترل کامل نفت رو از موقعی که از نفت رو کشف میکنن تا موقعی که عرضه میکنن به صورت بنزین و غیره در بازار در کنترل خود دارن. بله. این زمان هست که این خیلی اهمیت داره برای سیاست خارجی آمریکا، این در واقع شمشیر است دست سیاست خارجی آمریکا، این بند ناف سیاست خارجی آمریکا به این نفت، این رو در نظر بگیرید. و در این زمان هست که کارتل سیاست خارجی آمریکا تعیین میکنه. جان فوستر بالاس کی هست؟ جان فوستر کی هست؟ در نظر بگیرید در رابطه به نفتی ها و غیره و غیره. این رو در نظر و اینا در به اصطلاح در دولت آیزنهاور و قبلش هم افراد همه حرکت دارن. این کتاب دو برادرم که نگاه میکنید مال آقای کینزرم بخونه، خیلی مهمه که اینا دستشون به چه کارهایی بوده است، یکی دوتا نیست اساسا. در نظر بگید همین کتاب یک گوشش داریم این میسته که در 1328 که ترجمهش همون 1949 هست که این نوشته ایشان نوشتن که الان هنوز نرفته بوده، اون زمان نبوده رئیس سیایه، هنوز در اون شرکت سالیوان کامبرن سالیوان کار میکرده که این شرکت شرکتی است که تمام ازیه ها رو این رو انداخته، این شرکت ها که در رابطه با دولت آمریکا بودند و که برن چگونه در کشورهای خارجی چه نقش هایی داشته باشن از نظر مهندسی و غیره. ایشان میره اونجا 1328 درست میگه چند روز چند هفته بعد از جریانی که بهش سوء قصد اصطلاح شده بوده، داستانش خیلی همه میدانند، رفته بوده اونجا و این الان اونجا مهماندارش بوده در نیویورک و این داستان نمیخوام برم جلو، میخوام رابطه ها رو عرض بکنم. پس بنابراین وزنن در رابطه اینم نکته هم عرض بکنم، چیست من حتی بانک که بانک نفتیه ها، در رابطه با
کلاینت همین به اصطلاح لافر می بوده که آقای آلن و فاستر توش کار میکردن، دو تا برادر. اینا خیلی جالبه که ما اینا نگاه بکنیم. یعنی همینطور قزن قوت که خیلی معذرت میخوام به مسائل نگاه نکنیم که آره مثل که اونم در رابطه، نه اینا در رابطه بودن. دقیقاً. جوری هم در رابطه بودن. اینا هم در رابطه بودن. آقا تیر به اصطلاح میخوره بهش نمیدم فلان میشه، فلان میشه میاد بیرون میدونه اربابش کیه. ها این عایشه ها به قول خمینی گفت آقا عایشه عایشه این میدونه اربابش کیه، ها این میدونه کیه. اینا بخونید شما اینجا اصلا آدم دیوانه میشه وقتی اینا رو داکومنت داره. اینا تمام مجلس در آورده طرف رفته بیچاره کرده خود سمینا در آورده این کیسه. خب خیلی مهمه که ما نگاه کنیم. برای این اساس هست که وقت برمیگردیم مصدق میاد میگه که خب بر اساس دموکراسی اون چیزایی که من میدونم این رفت ما باید مال ما باشه، بعد ما میفروشیم به هر کی خواست و اگر هم کسی میخواد استخراج کنه بیاد استخراج کنه، ما بهش سودشو بهش میدیم، ما سود بهش میدیم. بله. کار بکنید برای ما بهتون هر چی خواستید، مسئله هر چی خواستی نه، ولی مسئله این که گوهتون رو بهتون بیدیم حرکتون بیدیم. این نفت مال ماست، لوله هاتون البته مال خودتونه. اینا هم میریم چیکار میکنیم؟ اون قدیم گفتی که خسارت میدیم نگاه میکنیم این کالاشگاهی هر چیزی رو بیان ببینن آربیتریشن، کلمه آربیتریشن به کار بود، بیان افرادی که متخصص این کار هستن بگن چقدر میارزه این پول بهتون میدیم. بله. شرطون بکنید دست ما. ولی ببینید این فرق میکنه که نفت مالی چیه، نفت مال ماست. بله. درست میگه. من بعد از نزدیک الان 7-8 سال هست تو این کار میکنم از نفت اقتصاد نفت دمش گرم مصدق. این درست میگه، این همون مسئله رانتی هست که رابطه با مالکیت نفت هست که به کشور متعلق باید بگیره. من این تئوری من هست در حقیقت فرموله کردم تفصیل. و این ترتیب میبینید میاد میگه که مال ماست، بهش میگه مال ماست، شرکت بس امین کارتر بسرا اینترنشنال پترول کارتر میگه مال شما. وقتی میگیم اینترنشنال پترول کارتر یعنی که از کی تشکیل شده؟ شرکت نفت ایرانگیس یکی از چیزا شرکت کنندگانشه، یکی از پارتنراش به قول خود امریکایی هست. نه قسمت مهمیش هست اونجا رویل در چهل، یه قسمت دیگریش هست این بسرا استاندارد آر نیجرسی، این کلمات هست تیتر کمپانی هست اون زمان جزش هست مال آمریکا. اساسا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که کارتن میگه ای بابا تو مگه میتونی یقت میگیریم، ها اینجوری به خودشون میگن البته. بعد میگه که مصدق اصلا میگه که عجب بابا که این مال ماست دیگه، ها شوخی نکنید بابا. بعد دولت آمریکا چرا میاد این کار میکنه و دولت انگلیس، دولت نخونخوش انگلیس، دولت عقب مانده انگلیس که حتی نمیاد بعد از اینکه نشنالایز شده عرض کرده بودم تو همین رادیو که نشن شده اونجا که معاون وزارت خارجه آمریکا مگی میاد بهش میگه به رئیس کمپانی فریزر میگه که بابا اقلا بیا الان که داریم صحبت میکنیم بگو 50-50 بگو، ها نرده بودن دیگه. بله بحثای مزخرف 50-50ی که میگن اگر گفته بود نمیدونم فلان کس میدونست. این بحثا هم نادرسته که عرض کرده بودم، نمیخوام دنبالش برم، بحث رو بیشتر خواهم کرد در مرداد. بله. به سال روزه به سلا کودتا من دو بحثم نتیجه است که میخوام جواب بهتون بدم. میاد دولت آمریکا میگه بند ناف ماست، بند سیاست خارجی ماست، اصلا شهریان ماست، ها این است، این است پکس امریکانا به قول معروف. ها و این ترتیبی که ما میبینیم در مقابل مجموعه نفتی ها واسدی مصدق از احترام در مقابل یک رژیمی یا نظام عظیمی واسدی که در پیک شرطی کلمه پیک در حقیقت در اوجه به اصطلاح وضعیتش صدارت و به اصطلاح حکومت جهانیش هست اساسا، میبینید که خب به اونا میگه نه. حالا بعضی ها صحبت داده میکنن که خب یکم کوتاه میمدی، چقدر کوتاه میمدی؟ بله. اینجا مسئله کوتاه اومدن نیست، اینجا مرگ و زندگیست. بله. شما نمیتونی بگی که من شما باید یک انتخاب بکنید، راشن رولت به قول معروف، یا مرگ انتخاب میکنی یا زندگی رو. بله. او زندگی رو انتخاب کرد. بله. مصدق زندگی رو انتخاب کرد. زندگی یعنی چه؟ یعنی ما تسلیم شما فرد فلان فلان شده ها نمیشیم،
یعنی من نمیرم بی پرنسیبی عمل بکنم.